برکانس شبکه بر ماهواری هاتبر و بر ماهواری نایل سد خیانت آخون قزبینی در تفسیر آیه ابلاغ بینندگان عزیز با وجود درخواست مکرر اهل سنت از آخوندهای رافضی که یک آیه سریح قرآن کریم در اثبات امامت امام علی رضی الله عنه و یا یکی از امامان آنها ارائه نمایند آنها عاجز مانده و برای فرار از این تنگنا به دو گروه تقسیم شدند. ادهی سراحتا معتقد به تحریف قرآن شدند. و گفتند که صحابه قرآن را تحریف کردند و آیاتی که مربوط به ولایت ائمه بود از آن جمله اسم علی رضی الله عنه حذف شده است چنان که علی ابن ابراهیم قومی در تفسیر خود جلد یک صفحه یازده میگوید و اما ما هو محرف منه فهو قوله لكن الله يشهد بما انزل الیک في علی أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وقوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي فإن لم تفعل فما بلغت رسالته همانطور كمي بينيم قومي متقدس كنام علي رضي الله عنه أز چند آية مخصوصاً أز آية إبلاغ حذف شده بقرآن تحريف شده است. و گروه دوم چون دیدند که با این اعتقاد تیشه بر ریشه خود میزنند تحریف قرآن را منکر شدند اما در معانی آن تحریف نمودند و معتقد بر این شدند که امامت علی رضی الله عنه در قرآن کریم سراحتا نیامده اما روایات آن را تأیید نموده است و چنگ به روایات واهی و بیاساس زدند در جواب این دسته از شیعیان باید گفت که مگر نمیگویید که ولایت اصل مهمی از اصول دین است و پذیرش آن شرط قبولی عبادات است و قرآن کریم کتابی است که اصول دین را به شکل سریح و واضح بیان نموده است و حتی حج را که رکن آخری اسلام است سوره ای به نام آن تخصیص داده شده است پس چرا این اصل مهم شما در قرآن نیست آیا امامت مهمتر است یا گاو بنی اسرائیل و سگ اصحاب کف که در مورد آنها آیات سریح وارد شده است اما در مورد امامت اشاره هم نشده است آخوندهای رافضی بعد از اینکه نتوانستند آیه سریحی در مورد امامت امام علی رضی الله عنه ارائه نمایند و دانستند که با اعتقاد به تحریف قرآن دچار تکفیر خواهند شد دست به دامن تحریف و خیانت و روایات جعلی و اکذوبه های تاریخی شدند به این کلیپ خون قزوینی توجه نمایید که در نقل کلام ابن ابی حاتم مرتکب خیانت شده آن را می نماید از مواردی که فقها برای شما کنم چیز دارن استدلال میکنن بر اصول دین بودن امامت یکی آیه 67 سوره مائده هست یا ایو هر رسول بلغ ما اون زل علیک من ربک پیغمبر آنچه که به تو ابلاغ شده به مردم برسان که نازل شده برسان اگر نرساندی رسالت ناتمامه این اصول رو میرسه خب دیگه این به فروک نمیخوره که پیغمبر فرض در رابطه با اینکه بسم الله در نماز چطوریه در مثلا نماز رکوع هم باید باشه سبحان الله باید گفت آیا این هست این لم تفل فما بلغ در رسالت خب این دیگه داد میزنه بر اینکه اگر ما ثابت کردیم ما انزل الیک امامت قطعا امامت میشه از اصول دین اما اثبات این عزیزان دقت کن من خیلی فشرده سری میگم ابن ابی حاتم از بزرگان اهل سنت هست که ایشون میگه این آیه یا ایوه رسول بلغ در حق علی نازل شده تفسیر ابن ابی حاتم هم دوستان میبینن خود ابن ابی حاتم هم میگه من در این کتابم فقط احادیث صحیح نقل میکنم ابن تیمیه هم میگه آقای ابن ابی حاتم و ابن جریر تفسیرشون متضمن روایات قابل اعتماده پس ثبت ولایت علی بن طالب بر این که این آیه در حق امیر المؤمنین سلام الله علیه نازل شده پس ثبت بر این که این آیه در حق علی نازل شده و در حق علی ثابت شد نازل شده و این لم تفعل فما بلغت رسالته این جز اصول چیز دیگری ندارد آقای قزوینی مرتکب خیانت شده سخن ابن ابی را قیچی کرده است ابن ابی در ادامه این قولش من در این کتابم احادیث صحیح نقل می کنم می گوید و این کانو مختلفین ذکرت اختلافهم و ذکرت لکل واحد منهم اسنادا یعنی اگر در مسئله اختلاف وجود داشت اختلافشان را ذکر کردم و برای هر کدام از آنها نیز سند ذکر نمودم اما قزوینی ادامه کلام ابن ابی حاتم را ذکر نمی کند و ادامه کلام او بیان کننده این است که روایات ضعیف را هم برای بیان کردن اختلاف می آورد و سند آن را بیان می کند ابن ابی حاتم در تفسیرش در وجه اول روایاتی را آورده است که تنها یک مورد آن درباره نازل شدن این آیه در حق علی رضی الله عنه می باشد که ضعیف و غیر قابل احتجاج است و در دیگر روایات و همچنین در وجه دوم روایاتی دیگر را آورده که هیچ ارتباطی با نازل شدن این آیه در حق علی رضی الله عنه ندارند این روایت ضعیف است و شیخ البانی آن را در سلسله احادیث ضعیفه جلد ده صفحه 589 آورده است چون در سند آن راوی به نام علی ابن آبس و راوی دیگری به نام عطیه اوفیس که علما از جمله یحیی ابن معین ابن حجر و ابن حبان قول به ضعیف بودن آنها دارند مراجعه شود به الجرح و تعدیل ابن ابی حاتم ترجمه 1085 المجروحین ابن هبان جلد دو صفحه صد و چهار